مکاشفه فصل 16 هم. آنگاه از خانه خدا صدای بلند شنیدم و آن صدا به هفت فرشته گفت: بروید و هفت جام خشم خدا را به زمین بریزید. پس فرشته اول رفت و جام خود را بر زمین ریخت و زخم‌های دردناک و بدنمای بر بدن مردمانی که نشان حیوان وحشی را به خود داشتند و پیکره اش را می پرستیدند پدیدار گشت. فرشته دوم جام خود را به دریا ریخت و دریا به خون مثل خون مرده مبدل شد و همه جانداران دریا مردند. فرشته سوم جام خود را بر دریاها و چشمه ها ریخت و آنها به خون مبدل گشتند. آنگاه شنیدم که فرشته حافظ آبها می گفت: تو در داوری های خیش عادل هستی، توی آن قدوس که هستی و بوده ای، زیرا آنان خون مقدسین و خون پیامبران را ریختند و تو با آنان خون داده ای تا بنوشند، زیرا مستحق آنان. و شنیدم که از قربانگاه ندای آمد که می گفت: آری ای خداوند، خدای قادر مطلق، چقدر راست و عادلانه است داوری های تو. فرشته چهارم جام خود را بر آفتاب ریخت و آفتاب اجازه یافت با گرمای خود آدمیان را بسوزاند. مردم چنان از شدت حرارت آفتاب سوختند که به خدایی که چنین بلایایی در اختیار دارد کفر می گفتند و حاضر نبودند از اعمال خود توبه نموده و خدا را تمجید نمایند. فرشته پنجم جام خود را بر روی تخت حیوان وحشی ریخت و سلطنت او به تاریکی فرو رفت. آدمیان از درد و رنج زبانهای خود را می گزیدند و به خدای آسمان به خاطر دردها و زخمهای خیش کفر می گفتند و از اعمال خود توبه نمی کردند. فرشته ششم جام خود را بر دریای بزرگ فرات ریخت و آبش خشک شد تا راه برای آمدن شاهان مشرق زمین باز باشد. آنگاه دیدم که از دهان اژدها و از دهان حیوان وحشی و از دهان آن پیامبر دروغین سه روح ناپاک مانند سه بقعه بیرون آمد. این ارواح شیاطینی هستند که قدرت انجام معجزات نیز دارند. آنها به سر تا سر جهان می روند تا پادشاهان تمام دنیا را برای جنگ روز بزرگ خدای قادر مطلق جمع کنند. توجه کنید، من مثل یک دوست می آیم. خوشا به حال کسی که آماده باشد و لباس خود را نگه دارد تا مجبور نشود عریان و شرمنده در پیش چشم همه راه برود. پس شیاطین پادشاهان را در جایی که به عبرانی هار مجیدون خوانده می شود جمع کردند. آنگاه فرشته هفتم جام خود را بر هوا ریخت و از خانه خدا و از تخت صدای بلند شنیده شد که می گفت: همه چیز تمام شد. و رعد و برق و صداهای مهیب شنیده شد و زلزله شدید رخ داد که مانند آن در تاریخ بشر هرگز دیده نشده بود. شهر بزرگ سه پاره شد، شهرهای دنیا ویران شد و خدا اعمال بابل بزرگ را نادیده نگرفت، بلکه او را مجبور کرد جامی را که از شراب آتشین خشم و غضب او پر بود بنوشد. جزیره ها همه ناپدید و کوه ها محو شدند. دانه های جاله بسیار بزرگ و وزن 50 کیلو از آسمان بر سر آدمیان بارید و مردم به خاطر این جاله خدا را کفر می گفتند، زیرا این بلای بسیار وحشتناک